بیننده عزیز، خب مهمانای بخش برنامه ما آقای حسن مبارک حزی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و خانم شکیبا هاشمی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای عزی، خب با توجه به این که امروز ما در 24 جوزا روز بازگذاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار داریم، شما چقدر خوشبین بر این هستین که گراف اشتراک مردم نسبت به دور اول هم بلندتر باشه در دور دوم، با توجه به اینکه اکنون دو کاندید است، یعنی محدود است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در طول لمخه تاسو ته جناب وکیل صاحب ته او د خورشید تلویزیون ټول لیدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. نن په خپل باندې داسې احساسوم لکه دی عید ورځ شوي او ټول افغانان. بسیار تشکر. همکارای تکنیکی ما اشاره میکنه که اکنون تصاویر زنده از لیسه الفت آماده نشده است که رئیس کمیسیون انتخابات رسما روند رای دهی را آغاز کرد، و همکارای تکنیکی اگر تصویر آماده است میشه که شما میبینید که مردم هم به شکل گسترده به پای صندوق های رای آمدن و رای بتن. اعضای ارشد کمیسیون هم در این مرکز رای دهی دیده میشه که شما میبینید. بیننده عزیز، خب این حضور گسترده مردم بیشتر پیامی را میرسانه که مردم افغانستان معتقدتر شدند به اصلهای دموکراسی و رعایت اصلهای دموکراسی و تطبیق حاکمیت مردم. آقای عزیزی، خب با توجه به این که در افتتاح روز رای دهی شما میبینید در تصویر که حضور مردم گسترده است، این حضور چه پیام میرسانه و چقدر پیام این را میرسانه که مردم افغانستان با طرف پخته شدن در خصوص روان دموکراسی حرکت میکنن؟ اول دا چه نور د افغانستان ولس په دې باندې باوري ده چې خاموش اکثریت لمنځه تللی ده. نور به د افغانستان خلق حکومتونه او خپل زعیم به خپل باندې ټاکي. په دې کې د دې عوامل دلچسپي د خلکو او په انتخاباتو کې په پراخه توګه باندې ګډون کول، د دې دلایل او مختلفو وجوهات مختلفو. تر ټولو لو ستره دلیلی همدا و چې زمونږ مخکښ کاندیدان چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی ده، دوی په خپله د آګاهۍ همه په پروګرامونو کې د کمپاین له لارې ولسونه په دې باندې وپوهول چې که چیرې ولس په انتخاباتو په ټاکنو کې اشتراک ونه کړي نو هیواد به یې له بحران سره مخ شي، او اوسنی او ټکنی حالت به د یو پروګرام او برنامې له مخې معقول حکومتداری په طرف باندې بوسي. د دې ترڅنګ ولسونه په دې باندې وپوهېدل چې نور د زور د جنګ د توپک له لارې حکومت نه منو، بلکې د خلکو رایه به د هیواد زعیم ټاکي. موږ ولیدل په اول دور کې هم سي انتخاباتو کې د افغانستان ولس په پراخه کچه باندې ګډون وکړو، دا چې د کاندیدانو تعداد زیاتو نو خپل فیصدی پر. تشکر آقای عزیزی. خانم هاشمی، خب شما چقدر خوشبین بر این هستین که امروز یک بار دیگر مردم افغانستان نبوغ بلند سیاسی خود نشان بتن و پای صندوق های رای برند رای بتن برای کاندید مورد علاقه خود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت جناب عزیزی صاحب و خدمت تمام مردم عزیز افغانستان. ما امروز قبل از اینکه سوال شما بپردازم، سوال شما را جواب بدم، امروز یک روز تاریخی است بر تمام مردم افغانستان، به خاطر که امروز روز 24 جوزا است، روز مادر است، و ما از طریق تلویزیون خورشید به تمام مادران افغانستان، چی در شمال افغانستان هستند، چی در جنوب و چی در شرق و غرب افغانستان، ما امروز این روز برشان تبریک میگویم. امروز ما به عنوان فرزندان ای وطن ما دو مسئولیت داریم. یکی که امروز ما به مادران خود، کسایی که ما را به دنیا آوردن، ما برشان روز مادر تبریک میکنیم، و از طرف دیگه امروز روز مادر وطن است. اما قسم که مادر بالای ما حق داره. تشکر آقای عزیزی. خب آنچه را که رئیس کمیسیون هم تاکید کرد که امروز روز تاریخی است و از مردم خواست که حضور گسترده پیدا بکنند، و بحث این که تا ساعت 4، از ساعت 7 تا ساعت 4 روند رای دهی ادامه پیدا خواهد کرد، با توجه به گراف اشتراک مردم فکر میکنید که این وقت کافی خواهد بود برای رای دهنده ها؟ کچری پروسه پر دیر سیستماتیک توګه باندې په مخ باندې ولاړ سي، زه په دې باور یم چې له 8 تر 10 بجو پورې زیات وخت
او ان شاء الله زمون کې وادوال په ټول په ټاکنو په پروسه کې ګډون وکړي. ورځ په دې کې شک نشته چې تاریخي ورځ ده. دا د افغانانو لپاره په پراخه کچه باندې ګډون په انتخاباتو کې دا ملي وجیبه بولم، او په دې ټاکنو له لارې یو ټاکل شوی حکومت، منتخب حکومت، دا د افغانانو ارزو بولم. دلچسپی او دا چې له انتخاباتو سره علاقه د افغانانو پیدا شوې ده، دی په منطقه کې او په نړیواله کچه باندې په ټولو هیوادونو کې نن ټول د ټول جهان ولسونه په دې باور دي چې حکومت په ډیموکراتیک اصولونه اصول او ډیموکراتیک حکومتونه د خلکو د مشکلاتو او د بحرانونو نجات پیدا کولی شي. تشکر خانم هاشمی. حال شما دیدین که روند رایدهی افتتاح شد. حضور مردم هم در پشت هر مرکز رایدهی خیلی گسترده است. بحث مدیریت روند رایدهنده ها یکی از مسائل اساسی است که بیشتر باید توجه شده بره. شما چقدر خوشبین بر این هستین که خوب مدیریت شود روند رایدهی دست مراکز رایدهی؟ خب ما امیدوار هستیم که بعضی تجارب را که هم کمیسیون محترم انتخابات از 16 عمل دارن و که امیدوار هستیم که این باید تکرار نشوه و مدیریت قوی تره را اینا اتخاذ نماین که مردم دچار مشکلات نشوه. از یک طرف شما میبینین که امروز در اکثریت نقاط افغانستان مناطقی که گرمسیر است هوا خیلی ها گرم است. اگر از یک طرف دیگه اگر مدیریت خوبم نباشه مردم با مشکلات مواجه میشه و ما وقت خود از دست میدیم. ما نباید ثانیه وقت خود از دست ندیم، یعنی از ساعت 7 تا 4 ما وقت داریم. پس اگر مدیریت خوی باشه میتونه که مردم از این خوب استفاده کنه برن به پای صندوقای رای. اما اگر مدیریت ضعیف باشه شما باور کنین که باز ما دچار مشکلات میشیم. ما امیدوار هستیم که آل خواه آقای نورستانی گفتن که یعنی به کمبود برگه های رای دی یعنی مردم گرفتار نمیشن. خدا کنه امو بعض نواقصات که در 16 عمل بود و نمیخوایم که ما او را تکرار کنم که باید او تکرارم نشوه، یک آمادگی های کامل داشتن. آنچه که ما بازم نگران هستم که آقای نورستانی هم گفتن که پر شدن صندوق ها در بعضی از اولسوالی هایی که ناامن است، برای او اولسوالی های ناامن مرکز رایدی برشان مانده. بالخصوص ما در 16 عمل دیدیم که محلات رایدهی به نام خانم وجود داشت اما متاسفانه اونجا خانم ها حضور پیدا نکردن و صندوق ها به نام خانم ها پر شد، یعنی دزدی به نام خانم که ما ایرا کاملا این برای حیثیت و پرستیژ خانم ها و در این دوره حضور خانم ها را شما چقدر پر رنگ میبینین؟ ما بسیار به امید کامل برچان میگویم و امیدوارم هستم که خانم ها و مادران عزیز امروز واقعا حضور گسترده پیدا میکنن، به خاطر که اگر یک را ما داریم، اگر ما میخواییم که واقعا دشمن افغانستانه و یا او را شکست بتیم و یا افغانستانه نجات بتیم که دیگه بیگانگان در امورات ما مداخله نکنیم، یک رای داریم، اونمو کارت رای دهی ماست که بریم به پای صندوقای رای و قدرت بگیریم. ما نمیخوایم که قدرت امو کسایی که میخوان که قدرت از طریق اسلحه بگیرن، ما میخوایم که توسط کارت رای دهی خود قدرت بگیریم. و ما و هم امیدوار هستم و هم میدانم که مادران ما، خواهران ما، تمام جوانان ما به یک امید که کاملا میخوان که افغانستان از بحرانات و حتی از گودال بدبختی نجات بتن، امروز روزش است. و همه امو بالخصوصا او مادرایی که قبل از 16 عمل فرزندان خود از دست داده بودن و قبل از 24 جوزا فرزندان خود از دست داده بودن، امروز باید اونا آرمانهای امو شهیدان خود تحقق ببخشن و به امو کاندید که جوانانشان شهید شد در رای امو آزادی وطن و در رای ای که آرمانشان همی بود که به کاندید مورد نظر خود رای بتن، امروز باید مادران عزیز ما، خواهران عزیز ما برن امو آرمان شهیدای ما را تحقق ببخشن و رای خود استعمال کنن. امروز فکر کنن مردم عزیز افغانستان، فکر کنن که یک روز ماه مبارک رمضان است، امو تشنگی و گرسنگی را ده همی اوای گرم و طاقت فرسا که در بعض نقاط افغانستان مثل در جلال آباد بیشتر از شاید 45 درجه سانتیگراد باشه و امروز هوای قندهارم
یعنی بالاتر از 34 درجه سانتیگراد است. ما امیدوار هستم که مادران و خواهران عزیز من امی گرمی هوا را طاقت کنن، سرنوشت مملکت امروز تعیین کنن. ما اگر ما امروز از خانه نبرایم یعنی دشمن قوی تر میشه. امروز ما بیاییم که بریم به پای صندوق های رای و دشمن شکست بتیم. اونمو شکست ما اونمو کارت رای دی، شکست دشمن کارت رای دی است که ما بریم به پای صندوق های رای. و امید است، امید دیگه که از نیروهای اردوی ملی خود داریم و ما به مادران عزیز خود میگویم که به مو فرزندانتان هدایت بتن که قانون نقض نکنن. امروز امی خبر تکان دهنده بود که در ولایت پکتیا یا پکتیکا یعنی توسط نیروهای امنیتی ما، من فکر میکنم که کاری که شده به نام بدنامی نیروهای امنیتی ما بوده و کسانی بودن که این صندوق ها را پر کردن. اما می خواهند که نام نیروهای امنیتی ما را بدنام بسازند و ما از تمام نیروهای امنیتی خود، از اردوی ملی، پلیس ملی و همچنان پلیس سرحدی خواهشمند هستم که اونا قانون نقض نکنن و آنچه که مردم افغانستان بالایشان اعتماد دارن زمینه را مساعد بسازن، یک روی خوب امروز با مردم کنن که مردم بره به پای صندوقای رای و بی‌طرفانه عمل کنن و حتی کوشش کنن که جلوی کارت‌های جعلی پاکستان که باز هم آمادگی‌های را گرفتن جلویش بگیرن که اما تو که در 16 عمل امو کارت‌های جعلی پاکستانی استعمال شده صندوق‌های رای، ما خواهشمند هستم از نیروهای امنیتی خود که امروز به عنوان روز مادر امو هدایت مادرای خود بپذیرن، هدایت خواهران خود بپذیرن، برن به پای زمینه را برای مردم افغانستان مساعد بسازن. یعنی شکایت از نیروهای امنیتی ما نباشه، آنچه که امروز کردن بدنامی را به نام نیروهای امنیتی ما ختم نکنن. تشکر بیندای عزیز. شما میتونید به شماره تلفن 020-2020-1093 تماس بگیرین و سراسر افغانستان از روند رایدهی و از حضور مردم در انتخابات به ما نظریاتتان را در برنامه شریک بسازین. آقای عزیزی، خب بحث شفافیت در انتخابات یک بحث خیلی اساسی است. شما چقدر خوشبین از میزان شفافیت در این دوره انتخابات هستین؟ چه انشالله دی تقلب چانسونو با دیر کم بی دی دوارو مخکښو کاندیدانو لخوا چې کوم ناظرین معذف شوي دي، هغوی به پخپله د ټاکنو له بهیر څخه نظارت کوي. د دې ترڅنګ مدني ټولنې دي، د دې ترڅنګ به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د اعضاو او د حکومت د امنیتي ارګانونو لخوا به انشاءالله د دې مخه ونیول شي. ولې 100% په دې باندې متیقین نه یم چې تقلب به ونه شي. مخکې چې اشاره ورته وشوه برمل ولسوالۍ ته، یعنی هلته په دې وضعیت کې چې خپل امنیتي ارګانونه هم دغه صندوقونه ډک کړي دي. دا پرون زه هم خبر شوی وم، د مطبوعاتو کې هم دا خبره نشر شوه، اوس نورستاني صاحب هم په دې باندې بحث وکړ. دا به ډېر کم وي. دا تقلب که په دې شکل باندې جریان پیدا کړي په ډېرو کمو ساحو کې به وي، ولې نظارت به انشاءالله هم د مدني ټولنو لخوا هم د مخکښو کاندیدانو لخوا باندې جدي وي. زه باورمند په دې باندې یم چې افغانستان په دیموکراتیکو اصولو باندې د افغانستان ولس باورمند او دوی به نه شخص ته بلکې پروګرام ته برای ورکي. افغانستان خلک به څنګه له اقتصادي بحران څخه دوی ته نجات ورکي، ثبات او امنیت به څنګه راځي. یو په شعار کې ویلو، الحمدلله موږ په مکښو کاندیدانو کې ولیدل چې د ډېر ښه پروګرام او برنامې خواندان وو. یو دا و چې زه به سړک جوړوم، کلینیک به جوړوم، امنیت به راولم، ولې طریقه نه وه. او بل دا و چې سړک جوړوم ولې په کومه طریقه، په کومو امکاناتو او په کومو دلایلو باندې. نن د افغانستان ولس دا درک کړې ده چې موږ باید شخص نه بلکې پروګرام برنامې ته چې د افغانستان له ټولو هر اړخیزو مشکلاتو څخه نجات ور په برخه کې رای ورکړي. خب این آگاهی دهی چقدر در طول این یک ماه صورت گرفت برای مردم افغانستان از طرف کمیسیون و از طرف دو کاندید که برای برنامه ها رای ما باور داده چه د افغانستان ولس نه د کمیسیون لخوا په دې باندې پوهېدلی دي، بلکې ډېره کمه فیصدي د کمیسیون په هغه کې موجوده. دا د خپلو د اول دور انتخاباتو د کمپاین په پروسه کې مخکې له هغې چې هغه د امادګي او وروسته په دویم پړاو کې چې ټاکنو ته موږ داخل شوي یو، د کمپاین د مخکښو کاندیدانو لخوا چې کوم کمپاینران په ټولو ولسوالیو کې افغانستان په ګوټ ګوټ کې حضور درلود، له پروګرام او برنامې سره ورغلي دي او خلک یې په دې باندې پوه کړي دي چې امنیت چې نن افغانستان ته جدي ننګونه ده،
پراوت راتللو کې کومه برنامه او پروګرام باید تطبیق شي؟ ثبات د افغانستان سیاسي ثبات، افغانستان اقتصادي ثبات باید څنګه رامنځته شي؟ دا د دې لپاره مهم برنامه څخه یعنی در آگاهی دهی مردم کاندیدا نقش بلند داشت. زما په باور چې 95% د دې رول. تشکر. خانم هاشمی، شما چقدر خوشبین بر این هستین که مردم آگاهانه برن رای بتن و چقدر سطح آگاهی مردم در دهات و قصبات افغانستان بلند در خصوص این که انتخاب خیلی دقیق بکنند؟ ما فکر میکنم که مردم افغانستان در 24 جوزا خیلی آگاهانه عمل میکنند، به خاطر که مردم افغانستان بعد از 16 عمل وقت دیدن که کمیسیون محترم انتخابات و کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی بعضی از موضوعات اینا مد نظر نگرفتن و حتی سر و صدای مردم بلند شد که با آرای اینا معامله صورت گرفته. این دفعه مردم افغانستان کاملا آگاهانه عمل کردن، عمل هم میکنن. واقعا مردم افغانستان به شخص رای نمیده، به مو شهرت نیک، به پرهیزگاری، به تقوا، به سوابق نیک و ای که کدام کاندید در روزهای بد با ما بوده و امروز مردم افغانستان میخواد که در روز خوشی در کنار اونا باشن. کاملا آگاهانه عمل میکنن، به مو برنامه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی هر دو کاندید اونا رای میده. هر کاندید از خود اواخواهان داره. اطور نیست که ما بگویم که کاندیدای محترم که اردوشان جناب دکتر صاحب عبدالله و جناب دکتر صاحب اشرف غنی هر کدامشان از خود اواخواهان دارن. اما آنچه که جناب عزیزی صاحب گفتن که ما به او کس رای میتیم که برنامه های اقتصادی داشته باشن، کاملا اردو کاندید برنامه های اقتصادی دارن. اما ما امیدوار هستیم که ما تجربه فلحال داریم که برنامه ها یعنی از کسی از بعض سایت ها و یا از بعض کشورهای خارجی گرفته نشده باشه، او مطابق امو خواهشات مردم افغانستان باشه و برنامه های کپی شده از کشورهای همسایه نشده باشه، مطابق امو خواست مردم افغانستان، مطابق که ما چی ها داریم، با چی ها نیاز داریم، مطابق امو خواست مردم باشه. ای که ما بسیار به سویه کشورهای اروپایی صحبت کنیم، فلحال ما هنوز در اون سطح نرسیدیم. ما هنوز نو پای خدا مانده به دموکراسی و ما نو دموکراسی را تجربه میکنیم. مگر مردم افغانستان براتون یک گپ براتون بزنم که کاملا آگاهانه رای میتن و به کاندید مورد نظر همه تو که تا حال به صدر جدول او را رساندن، باور کنین که او را کامیاب میکنن. اما ما یک نگرانی داریم که کمیسیون محترم انتخابات باید در اینجا باید بی‌طرفی خدا این دفعه حفظ کنن. آقای نورستانی از نهادهای امنیتی خواهش کرد که در داخل اتاقها نروان و حتی بی‌طرفی خود حفظ کنن. ما هم به عنوان یک شهروند افغانستان از اردو کمیسیون خواهش میکنیم که در 24 بعد از اینکه امروز 24 جوزا است، بعد تشکر. از شمارش آرا بی‌طرفی خود حفظ کنن، با آرای مردم افغانستان بازی نکنن. کنشکا شتاب ملک زاده همکارم از لیسی حبیبیه گزارش میتند. سلام کنشکا، روند رای دهی در لیسی حبیبیه چگونه میگذره؟ بینندای گرامی، ما هم اکنون در داخل تالار لیسی حبیبیه قرار داریم. قسم میبینین اینجا مردم پای صندوقای رای میرن و روند رای دهی از ساعت 7 صبح آغاز شد و قرار است دقایق بعد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به اینجا بیاین و رای خود استعمال کنن. نظریات از او و سوالات که شان خواد داشتیم در او جریان پرسان میکنیم. اما حال فعلا قسم که میبینین تدابیر شدید امنیتی در داخل ساحه گرفته شده و موظفین امنیتی در ارتباط تلاشی بسیار جدی هستند و رسانه ها و ناظرین هم آمدن به خاطر از اینکه ببینن که روند برگزاری انتخابات خصوصا در داخل در مرکز و در لیسه حبیبیه چگونه خواهد بود. ما تا آخر شما جریان برنامه را مستقیما از طریق تلویزیون خورشید خواهید دید که در صندوقای رای چی موضوعات است و چیزی را که دقایق قبل مقامات کمیسیون مستقل انتخابات از او یادآوری کردن در ارتباط از اینکه اشتباهات گذشته این بار تکرار نمیشه و در حتی مرکز و ولایات دوردست قرا و قصبات در ارتباط از این گفتن که این بار اشتباهات در ارتباط کمبود اوراق رای دهی و مشکلات دیگه آغاز نمیشه. آقای کریم خلیلی داخل محوطه لیسه عالی حبیبیه شده و همین فعلا ما منتظر هستیم که وا داخل تالار بیان و پای صندوقای رای برن. اول نمیفهم که صحبت خواد کردن و بعدن رای خواد دادن و یا اول رای خود استعمال خواد کردن و بعد صحبت خواد کردن. مقصد همین فعلا
رسیدن داخل محوطه شدن. شما هم شاید این موترهایشون رسید و قسمی که میبینین یک دقیقه اگر شما بینندگان گرامی با ما باشین، آقای کریم خلیلی داخل محوطه شدن و ما مشخصا در بازم چیزی را که تاکید میخواهیم کنم در آخرین صحبت که موضوعات امنیتی و تدابیر شدید امنیتی در راستای تامین امنیت انتخابات گرفته شده. آقای کریم خلیلی داخل تالار شدند، شما قسمی که میبینین اگر کامری ما بت... خلیلی صاحب سلام بر شما، خوب هستین؟ ساعت هستین؟ خوش آمدید. اول رای استعمال میکنید؟ خوب هستم. بینندگان گرامی اگر میشه شما ما را تعقیب کنین، ببینین که آقای کریم خلیلی پای صندوقای رای میرند. با آقای کریم خلیلی با پای صندوقای رای میریم و میبینیم که رای اولین مقام یا سومین مقام ریاست جمهوری و مقام حکومتی ما پای صندوق رای در لیسه عالی حبیبیه میرن و رای خود استعمال میکنن. بیننده های عزیز، خب شما جریان نشرات زنده را از لیسه حبیبیه دیدین و دیدین که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به صندوق رای رفتن و رای خود تا بریزن. اما ادامه برنامه ما پس از وقفه کوتاه. به ادامه برنامه ما خوش آمدید. تا دقایق بعد شما نشست خبری زنده کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به شکل زنده از تلویزیون خورشید خواهید دید. آقای اما در نخست آقای عزیزی، خب حضور گسترده مقامات دولتی افغانستان، آن هم مقاماتی که قرار است قدرت از آن انتقال پیدا بکنه، چه پیام میرسونه برای افغانستان؟ اما در نخست همکاری تکنیکی میگه که کنفرانس زنده است، لیسه حبیبیه آماده نشده است و آقای کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با شما صحبت میکنه. خوشحال هستم که امروز راوند دوم انتخابات دو کاندیداتور پیشتاز ما در رقابت هستند و مردم افغانستان پای صندوق پای رای میرند، خدمتگزاران آینده خود انتخاب کنند. خواهش ما هم با عنوان یک شهروند افغانستان و یک فردی که در طول دو دوره در کنار رئیس جمهور افغانستان یکی از افراد امانتدار مردم خود بودم، ایست که تمام برادران، خواهران، پدران، مادران و همه اقشار مردم افغانستان امروز پای صندوق‌های رای برند و به هیچ وجه نه از تهدیدات دشمنان ما بترسند و نه از گرمی یه آب و هوای امروز که نزدیک تابستان است حراسی داشته باشند، برند پای صندوق‌های رای، خدمتگزاران آینده خود انتخاب کنند. امیدوار هستم که ارگان‌های امنیتی ما همانطور که شبان روز زحمت کشیدند زمینه آرامی و امنیتی برگزار کردن این انتخابات فراهم کنند تا آخرین لحظه ها را مردم افغانستان احساس آرامش کرده پای صندوق‌های رای برند و ارگان‌های امنیتی ما وظایف امنیتی خود انجام بدن، هیچ گونه دخالتی، تصرف، دستاندازی در مسائل انتخاباتی نداشته باشند که یقینا نخواهند داشت. امیدوار هستم کمیسیون انتخابات با شفافیت خوب قابل قبول برای مردم افغانستان برای مردم افغانستان انتخابات برگزار کنیم. او برادر را چقدر تشویش دارید دیگه؟ من یقین دارم امروز مردم افغانستان از این انفجارها و
تهدیدات دشمن هراس نخواهن کرد، پای صندوق های رای خواهند رفت، در هر جایی که هستند رای خود به صندوق خواهند ریخت. رئیس جمهور آینده خود، خدمتگزاران آینده خود در 5 سال انتخاب خواهند کرد. موفق باشید. بسیار تشکرم. کارهای تکنیکی بکنون رئیس جمهور افغانستان آقای احمد کرزی در یک از مراکز رایدهی رفتند تا رایشان را به کاندید مورد علاقهشان بریزند. همکارای تکنیکی اگر تصویر آماده است میشه که به نشر بسپارین. بیننده عزیز، شما جریان نشست خبری رئیس جمهور احمد کرزی دیدین که رای خود بریختن و پیام خود هم به مردم افغانستان گفت. آقای عزیز، خب سوال را که کردم خیلی کوتاه بفرمایید جواب بدید. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه چې په خپله باندې رئیس جمهور رایه کارونه په دې معنا ده چې د افغانستان رئیس جمهور هم په دې او ولس هم په دې باورمند ده چې نور به د توپک په زور باندې څوک چاته نه تسلیمیږي، بلکې د افغانستان د خلکو د رایو په اساس باندې به سیاسي قدرت انتقال پیدا کوي. راځم دې چې مخکښ کاندیدان چې نن د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ټاکل کیږي، د دې فعال ونده او خلق تشویق اول دا خپل باندې هم تقدیر شي او تشویق شي. زما په باور دا شي مخکې لکه وکیل صاحب چې زما په خبره صحیح سر خلاص تاسو چې دې صرف اقتصادي برنامه ته اشاره وک، یو دا چې افغانستان کې خلق شته چې جهان ته مفکوره ورکوي، نه دی خلکو کاپی کوي، بلکې چیرې مثبت شي کاپی سي هغه بده خبره نه ده. اسلام هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه کاپی کړی ده، او نن چې ډیموکراتیک حکومتونه دی یونان او د ایتنس خبره وه، نه دی افغانستان کې امریتونه او شاهي حکومتونه وو، ولې په تدریجي ډول باندې چې هغه انسانان او فلاح او بهبود پیدا کړی ده، نن افغانان او ټوله دنیا ډیموکراتیک حکومتونه په دې باندې باور مند دي چې ډیموکراتیک حکومتونه غواړي. تشکر. باب خانم هاشمی، شما خیلی کوتاه بگویم به عنوان سوال آخر، چقدر خوشبین بر این هستین که انتخابات 24 جوزا بهتر از انتخابات 16 عمل باشه؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید. خب اول من میخوام بگم که من عرفای جناب عزیزی صاحب خوب فهمیدم و برشان جواب دادم، دیگر نمیخوام با روی او صحبت کنم. یک موضوع دیگر را میخوام که اشاره کنم که امروز باید مردم افغانستان از تهدیدات دشمن نترسن. دشمن امروز زیاد تلاش میکنه که انتخابات افغانستان بدنام کنه، زمینه برای تقلب مساعد شوه، صندوق ها پر شوه. امروز مردم افغانستان است که میتونن جلو تقلب بگیرن. اگر مردم حضور گسترده پیدا کنه هیچ کسی نمیتونه که به صندوق ها را پر کنن. اما اگر امروز مردم افغانستان در خانه بشینن زمینه برای تقلب مساعد است، مساعد میشه. امیدوار هستم که امروز تهدیدات دشمن ما شکست بتیم توسط رای خود. اما ما امیدوار هستم، امروز امیدواری دارم که هیچ تهدید دیگه وجود نداره. و موضوعی که شما اشاره کردین، به موضوع شما میگویم که تکرار نمیشه. آنچه که نواقصاتی که در 16 عمل بود امروز باید کمیسیون انتخابات هم او را باید مد نظر بگیره و او تکرار نکنه. و نیروهای امنیتی ما هم آنچه که خدای ناکرده میخواد که باعث بدنامی نیروهای امنیتی ما شوه، روی اونا را ضعیف کنن، اون کار باید تکرار صورت نشوه. بسیار تشکر میهمانان عزیز از حضورتان در این بخش برنامه. بیننده عزیز، در ادامه این برنامه آقای عبدالجبار تقوی‌ولی کابل با خود خواهیم داشت، اما بعد از وقفی کوتاه.